با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون روژلات، به برنامه چهره ها خوش آمدید. هفته دیگر و چهره دیگر. چهره امروز من، مهمان امروز برنامه چهره ها، شاید دنیای همگونی با دنیای من و شما داشته باشد، اما جهان را شاید با رنگ دیگری میبیند که من و شما میبینیم. شایدم نه، شاید رنگ او شفافتر است. تصور بکنید انسانی زاده میشود و جهان سیاهی مطلق برایش است. آرام آرام با طعم، با لمس، با شنیدن و با عاطفه به نادیده ها رنگ می دهد، شکل می دهد، هیبت می دهد و با آن نادیده ها انس می گیرد. یعنی آنکه مهمان من نابیناست، اما نابینایی نه تنها ضعف او نیست، بلکه قوت او در مسیر زندگی گشت، توانی را در او پروراند برای عشق به زندگی، برای همگونی های عاطفی و همدلی ها با جهان پیرامونی خود، با همه انسان های پیرامونی خود، با وجدانی آگاه، با وجدانی کاملا هوشیار و بینا به زندگی و به جهان پیرامونی خود نگریست. شخصیتی است فرهنگی، هنری و علمی. اسکندر آبادی. اسکندر جان خوش آمدی. درود بر تو و درود بر بینندگان عزیز چهره ها. روزتان باش، شاوتان باش، روز باش و شاو باش علم به برادرانی کرد و به دوستان عزیز. خب با به هر حال به زبان فارسی هم که بله بله یک گریزی هم بزنیم به هر حال به دوستان عزیزی که این تلویزیون رو اداره میکنن. به هر حال منم خیلی خوشحال هستم و همینطور که صحبت کردیم قرار شد که بی پرده هر سوالی پیش میاد بکنیم و تو هم با این داستان نابینایی شروع کردیم. من اجازه دارم فقط یک جمله بگم و اونی که ما معمولا جهان نابینایان رو تاریک میپنداریم، در سطحی که کسانی که نور رو نمیبینن، اینها براشون این دوگانگی نور و تاریکی وجود نداره، بلکه یه چیز دیگه ایه که البته توضیحش خیلی سخت میشه و از مقدمه میگذاریم. به هر حال منم خیلی خوشحال هستم و سپاسگزارم. کاملا باید موافقم. من در ابتدا البته گفتم در کودکی وقتی به دنیا شد، به دنیا آمد، جهان رو تاریک دید، اما با لمس عواطف و شنیدنها و در واقع رشد این عواطف متفاوت، رنگ ها و بینایی رو در خودش جاری ساخت به نوعی. بله بله، به هر حال حالا به این تعبیر و به این توضیح حتما برمیگردیم. به هر حال منم خیلی سپاسگزار هستم که من رو برای این برنامه انتخاب کردی، در حالی که ما میدونیم خودتو میتونی مضمون و موضوع برنامه های زیادی باشی، هم با هنرت هم با ژورنالیسمت، و اینه که من خیلی خوشحالم که برای من جدا از هر سخنی باعث افتخاری که امروز میزبان چهره چون تو هستم و همچنین اندیشه تو. سال هاست که من با نام تو آشنا هستم، سالهای پیش دیدمت با آثارت و با حضورت در صحنه اجتماعی زندگی و هنری زندگی ما ایرانیان در خارج از کشور. خب میدونم با برنامه آشنا هستی، اصولا آدم کنجکاوی هستی و همون فضول محلی خودمونه. خب میریم به دوران کودکیت. تو نابینا به دنیا آمدی. دقیقاً. اون موضوعی که من مطرح کردم، حالا دریافت من بود، شاید خیلی دریافت ابستراکت و مجرد برای اینکه آره تجرید یافته، برای اینکه من هیچ وقت
حس من نبود دیگه، ولی دریافت ذهنی منه. خب تو کودکی نابینا به دنیا آمدی و با جهان اسباد زندگی میکردی، دیگران میدیدن و برای تو تعریف میکردن، چه حسی داشتی از همون کودکی؟ به طور کلی اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، اول بگم که نابینایی، هی خب یه عده‌ای به من همیشه میگفتن که شما رنگو چطوری حس میکنین، اصلا حس میکنین، آیا نابیناها خواب میبینن، اطرافتون رو اصلا نور برای شما یعنی چی، زیبایی یعنی چی، این یعنی چی، یعنی اون یعنی چی. تا مدت ها من راستش خیلی بلوکه میکردم و میگفتم این حرف ها چی اینا میزنن، خب منم برای خودم حسی دارم و از این حرف ها. تا اینکه من شاید 12 سال پیش دیدم که این داستان، خب من به عنوان یه ژورنالیست چرا نباید خودم برم دنبال این که واقعا این حرفی که زده میشه، این سوالاتی که کرده میشه جوابش چیه، برای اینکه به خودم آگاه نبود که. و تا مدت ها بگم که اصلا این نابینایی مسئله زندگی من نبود و فقط تعجب از این که چرا من رو همش با این ویژگی میسنجند، در صورتی که من آدم دیگه ای هم هستم، چرا اینطوریه، خیلی خوشم نمیمد از این، اصلا از این سوال ها. و یه دفعه خودم علاقه پیدا کردم به این داستان که راستی راستی این نابین ها چطوری میرن، چطوری میان، چجوری میشینن، چجوری میخورن فلان. الان شما دیدید که این لیوانی که من برداشتم، اول گذاشتم اینجا، بعد گذاشتم اینجا، خلاصه یواش یواش جاش درست شد. تا بالاخره جاش رو درست کردم. خب ولی دیگه غیر ممکن دفعه دوم اشتباه بشه. حالا دیگه اونا میتونیم ببینیم یا امتحانی بکنیم، ولی منظورم اینه که در اصل دیدم که بهترین برخورد با این قضیه اینه که خودم آگاهانه برم سراغ شیوه زندگی خودم و خلاصه خودم رو بشناسم یه مقداری. برگردیم به کودکی. قبل از این باز بگم که نابینایی برای من الان در یک کلمه اگه بخوام بگم، ببینید طبیعت، خدا، حالا هر چی که شما بهش اعتقاد دارین، آدمی رو بهش یک بودجه ای داده و این بودجه بعضی موقع کمه، بعضی موقع زیاده و بعضی موقع شما با کمبودهایی مواجه هستی و این نابینایی تقریبا میشه با پول، با ثروت این بینایی رو میشه مقایسه کرد. وقتی که شما این ثروت رو ندارین، این بینایی رو ندارین و این کمبود رو دارین، معناش این نیست که شما دیگه هیچ کاری در زندگی نمیتونین بکنین، فقط معناش اینه که شما بودجتون برای اداره زندگیتون کمتره. منم وقتی که بچه بودم و با این نارسایی، با این نقص عضو به دنیا آمدم، آرام آرام میدیدم که یک فرقهایی من با دیگران دارم و هی برای خودم راضی بود که چرا اینجوریه. و چون آدم همون کنجکاوی اگه بخوایم خیلی مؤدبانه بگیم بودم، دائم از مادرم سوال میکردم که این چیه اون چیه. من یادم که مادرم همیشه میگفت پشه تو هوا پر میزنه، مادر اونم میخواد بپرسید چیه کیه. و اون چیزی که به من جهان را نمایوند، اگر سوال اینه، حواس دیگه ای من بود و من با شنیدن برای من یه معنای دیگه ای داره الان هم و اون موقع هم داشت تا برای آدم های دیگه. شاید یعنی که شاید همون چیزی که دیگران میگن، نمیدونم، وقتی آدم یه حسش نمیدونم کم میشه، باقیه حساش، حواسش قوی تر میشه، شاید بگیم که تمرین شده تر، شاید بگیم مجربتر میشه، دقیق تر میشه. و من دنیای من در اون زمان کودکی که در بندر ماهشهر که به دنیا اومدم، حواس دیگه ای بود که این شهر رو اونطوری، اون محله رو به من اونطوری مینمایوند. و چون هی میپرسیدم که اینجا چیه، اونجا چیه، و آدم بسیار بسیار بیتابی هم بودم، این بود که خیلی خوب اتفاقا شهر رو شناخته بودم. من هیچ وقت یادم نمیره که هی میگفتن که نرو بیرون گم میشی و من برام این کنجکاوی پیش اومد که گم شدن چجوریه. رفته بودم 3-4 سالم بود بیرون و
یه دفعه به گریه افتاده بودم که بابایی میپرسید که چی شده؟ مطمئن هیچی من خونم پیدا نمیکنم. کجا میخواستی بری که اومدی؟ جب خواستم برم گم بشم. آره و اون طرف خندهش میگه من بیشتر گریه میگیره بگه این چرا میخنده. خب و یکی از حواس مهم دیگه هم بو بود. من یادمه که وقتی پدر و مادر من از پزشک ها ناامید شدن که من و خواهرم هم که نابیناست آزاده ما دیگه چاره ای نداره این نقص عضو ما، اینها به امام رضا پناه آوردند و ما رو بردن مشهد و این شهر با بوهای بوی زیره‌ای که تو این بازارچه‌ای که به حرم میرفت و بوهای دیگه‌ای، بوی آسفالت، بوی آسفالت تو تهران، بوی دود، تمام اینا توی ذهن من بود و اون سفر برای من خیلی خیلی خاطر انگیز بود. مثلا یادمه که اولین بار رفتیم اصفهان و اصفهان بوی سبزی میداد، بوی سبزی تازه و بوی سبزی خشک هر دو میداد. این محله ها رو به این ترتیب برای خودم خلاصه هر محله کردم. یک بو داشت، هر محله یک بو داشت، الانم داره، یه صدای خاصی، یه بوی خاصی و یه فضای خاصی که اینا همه برای من، خب هر محلی رو برای من خلاصه مشخص میکنه و اینطوری نیست که مثلا یه عده تصور میکنه این نابینا فرق نمیکنه براش جایی کسی داره. تو توی خانوادی متولد شدی که خب تعداد بچه ها کم نبودن، نه؟ دقیقا ما 12 نفر بودیم. یعنی شدیم رفته رفته، پدر من کارگر شرکت نفت بود و شرایط سخت اقتصادی. بله بله، ما خانواده تنگ دستی بودیم و خونه کوچیکی داشتیم و ما بچه ها حس می کردی تنگ دستی رو در کودکی؟ نه، همین این یکی از حقایقی است که واقعا نه که اونجا فقط، بلکه من بعدش که رفتم یک سازمان نابینایان در اصفهان، پدر من آرزوش این بود که ما درس بخونیم، من و آزاده. جالب. بله و من یادمه که پدرم، البته بعداً این روزنامه شو دیده بودم که به این روزنامه های کیهان و اطلاعات یک نامه سرگشاده نوشته بود، نوشته بود که من 2 بچه نابینا دارم و شنیدم که این نابیناها در اروپا و امریکا و اینا درس میخونن و اگه ما دم از ایران نوین میزنیم آیا اینجا چنین مدرسه هست یا نه، و 2 انگلیسی اومده بودن خلاصه سراغ پدر من که ما یه چنین مدرسه‌ای داریم، ولی این مدرسه مدرسه مبلغان مسیحی بود، مدرسه نوراین که دست انگلیس ها بود و مدرسه کریستوفل که دست آلمانی ها. و من رفتم به نوراین، بعد هم به کریستوفل و اونجا هم یه شرایط سخت اقتصادی بود، ولی هیچ وقت این شرایط سخت اقتصادی به من فشاری نمی آورد. شاید یه عده‌ای بگن که تو چون چشت بسته بوده، ولی بودند افراد زیادی در اون سازمان نابینایان که اینا همیشه حرص این رو می‌خوردن که ما نداریم و بقیه دارن، ولی خب من هیچ به نظر من بله فقط دیدن یا ندیدن نبود، به نظر من یک تربیتی دیگه‌ای که در تو شکل گرفت. شاید شاید به هر حال من دوران کودکی خیلی خوشی داشتم. چه زیبا. رابطه تو با پدرت چگونه بود؟ پدرم برای من سمبل کار و فعالیت بود. پدرم آدم بسیار دیکتاتوری بود و به هر حال چون رابطه خانوادگیش با مادر من، خیلی بچه ننه هستم، به هر حال زیاد خوب نبود، اینه که شاید بگم که از چشم نداشته من افتاد. اما یک چیزی رو هیچ وقت من فراموش نمی کنم و اون یا شاید 2 چیز رو، یکی این که پدرم بسیار آدم سخت کوشی بود و دومی که اگر پدر من اینقدر در فکر خودش اونقدر به اصطلاح با فکر نبود که به خاطر درس ما اینقدر فعالیت کنه، امروز شاید من نمیتونستم. برای بچه های دیگه هم اینطور؟ برای بچه های دیگه هم اینطور بود، ولی ما چون بچه های اولش بودیم خیلی خیلی برای ما زحمت کشید. ولی جالبه ببین که یک پدر کارگر زحمت کش، حالا با اتوریته، سختگیر، هر آنچه که میخوای بگی،
معمولا تو اون فرهنگ، تو اون جامعه، وقتی با کودکی مواجه میشن که نقص عضو داره، حالا یا نابیناست یا هر چیز دیگه، به درسش توجه نمیکنن، به اینکه این بتونه به نوعی مثل یک بار، حالا یه بار عزیز باید. یا بار گران، همینقدر نفس بکشه و ادامه بده کافیه. ولی پدر میخواست که تو درس بخونی، و این به نظر من یه تمایزی رو ایجاد میکنه، حداقل در دریافت من. واقعا برای همینم برای من قابل احترام. وقتی که من این تز، این پایان نامه رو مینوشتم، اینجا نوشتم و با چه اصراری اینو به فارسی هم گذاشتم که اون پدر و مادرم ببینن، که به پدرم که همواره مرا بزرگ میخواست و مادرم که همیشه مرا بزرگ میداشت. پدرم خیلی آدم بلند پروازی بود، البته الان هم هست، حالا بلند پروازیش نمیدونم، ولی الان ایشون هستش و 82 سالشه، امیدوارم که زنده باشه. و ولی خیلی همینطور که میگی آدم چون سخت کوشی بود و چون برای تحصیل یک ارزش مقدسی قائل بود، حتی پدرم که خیلی خیلی آدم مذهبی است و خیلی به نظر ما جوانا اون موقع زیادی، این میگفتش که اگر نمازتون قضا میشه بشه، ولی درس یادتون نره. باریکالله، خیلی عجیب. با مادر چرا بیدیم؟ اونطور که گفتی خب معلومه تمام عشق و عاطفه رو از مادر گرفتی. بچه ننه بودی دیگه؟ بچه ننه بودم، دقیقا. همیشه بچه ننه بودم و الان هم هستم. چه خوب، چه خوب که آدم بگه. بله، مادرم به نظر من، او هم همپای پدرم، بسیار آدم خوشفکری بوده. برای اینکه اگه بخوام یه مثال بزنم، وقتی که بهش میگفتم که من برم، ازش میپرسیدم برم تو کوچه بازی کنم، میفهمیدم، حس میکردم که چقدر ناراحت میشد و میدونست که الان میرم دوباره میخورم به یه جایی، نمیدونم زخم و زیلی میشم و بر میگردم دیگه. ولی با این حال میگفت برو مادر، خب چیکار کنی اینجا تو خونه؟ اگر این کارو نمیکرد، امروزه من اینطور نمیشدم که الان منو میبینی. یعنی یه آدمی که خودش از کار، از پس کار خودش بر بیاد. و باور میکنی که من وقتی تو رو میدیدم فکر میکردم تو بخشی از درصدی از بینایی رو داری، ولی که اینقدر طبیعی تو برخوردات بودی و اینقدر قابل لمس بود دریافتت که به بینایی که من مثلا صاحبش هستم نزدیک بود. به هر حال این مرگ درک رو داشتم. خب هنر در زندگی تو از سنین کودکی است، 12 سالگی شکل میگیره. حتی قبل از اون، خب یه خانواده 12 نفر، یعنی کودکان 12 نفر، در میان این کودکان برادر خواهر، یک خواهر هم همچون تو نابیناست. و آیا دنیای شما دنیای مشترکی میشه؟ آیا یک رابطه خاصی میان تو و این خواهرت برقرار میشه از همون کودکی؟ اول اینکه دیگران در اصل ما رو به این دنیایی که داریم میگی سوق میدادن. یعنی اینکه ما تو خونه ای که بودیم، من یادم در خوزستان که بودیم، وقتی که مثلا میوه تقسیم میکردن، میگفتن این مال مثلا این مال اون، این مال این، این پرتقال بزرگم مال اسکندر آزاده. یا حتی من هنوز یه چیزایی در ذهنم هست که ما به ما توی یک بشقاب غذا میدادن. و این ناراحتی تو میکرد؟ نه، در اصل هیچ چیزی جز خشونت بچه های خیابانی با نابیناها منو ناراحت نمیکرد. من فکر میکردم که اینطوریه، فکر میکردم خب طبیعیه دیگه. و چرا ما با هم یه رابطه، حالا به قول ما چپی های سابق، حالا یا چپی های هرچی، تنگا تنگی داشتیم. ولی خب این رابطه رو برامون ایجاد هم میکردن. در اصل
یکی این، یکی این که آزاده خواهر بزرگم بود و خب بالاخره به نوعی از منم یه چیزی حفاظت می‌کرد. 3 سال مثلا وقتی که ما رفتیم اون سازمان نابینایان نوراین، دوتای ما رو پدرم برد اونجا و چه کار خوبی کرد و واقعا هم اینقدر زحمت میکشید، این بردن و آوردن ما اینقدر براش 24 ساعتی بودیم اونجا دیگه. نه بله 24 ساعتی بودیم، ولی میومد ما رو مثلا میبرد خوزستان. من یادمه که آزاده رو پشتش میگرفت، کول میگرفت، منو بغل میکرد، بعد ساکم داشت و من هیچ وقت این صحنه ها یادم نمیاد که چقدر با صبر و حوصله این کار میکرد و صدای نفسهاش. صدای نفسهاش به هر حال میخواستم بگم که این وقتی رفتیم اونجا من خیلی شلوغ میکردم که من مامانم رو میخوام و فریاد میکشدم و داد و قال میکردم و هیچی دیگه، آدم شری بودم، بچه شیطونی بود و آزاده خیلی منو دلداری میداد و همش و اینکه کنارت بود یکی از خانواده برای تو یک فرصتی بود. دقیقا که آرام باشی، یک کسی بود که من بتونم به قول معروف گریه‌ام پیشش بکنم. و هنوز هم به نظر میاد با هم خیلی باز نزدیکیم، با آزادم با تو تو آلمان البته جای دیگه در. خب 12 سالگی تو اشتیاق به موسیقی پیدا میکنی، میخوای یعنی دنیای موسیقی برای تو مطرح میشه، میخوای بری ساز بزنی. خب قبلا برای ما گفتی که صدا چقدر برات مهم بود و خب زیباترین شاید جلوه های صوتی توی آفرینش های مصنوع خود موسیقیه. نه دقیقا و... اولی که پدرم و مادرم هر دو صدای خوشی داشتن و اینها این شعرهای فایز رو میخوندن و اون ترانه های محلی خلاص لوری بختیاری رو میخوندن. پس از کودکیت با آواز؟ دقیقا، البته که پدرم میگم خیلی مذهبی بود و گاهی که فقط دور هم بودیم و اینا بیشتر حتی بگم شعرهای مذهبی هم میخوند، ولی به هر حال صدای خوشی داشت. من 12 سالم که بود یادمه که توی اون سازمان نابینایان کریستوفل که بودم یک گروهی داشتیم، گروه موسیقی داشتیم که اینا یک خوب یادمه که بهار اون سال بود، حالا شاید بعد از عید هر وقت که بود، اینا داشتن بر خودشون موزیک میزدن و بچه های دیگه دست میزدن و اینا و در اون روزی که من الان یادمه، اون صحنه که من یادمه، کسی نبود که مثلا تنبک بزنه. من دیدم مثلا یه پیت حلبی اون کناره، برداشتم شروع کردم به ضرب گرفتم. یکی از اون نوازنده ها که آکوردئون میزد، بهرام بهزادپور که ایشون الان در امریکاست و سالها معلم کودکان استثنایی بود و الان بازنشسته شده، ایشون گفتش که این کی داره اینقدر خوب ریتم میگیره، ضرب میگیره. گفتم منم خوبه؟ گفت آره خوبه، ولی تو باید یه ساز درست حسابی بزنی، این چیه میزنی؟ خب گفتش که به چی علاقه داره؟ گفتم به ویولون، ولی ویولون خیلی گرونه. گفتش که الان که الان تابستون میشه میتونی بری توی باغ این علفهای هرز رو میرفتیم میچیدیم و روزی 1 تومن به ما میدادم، برو بپرس که ویولون ویولون 2/4 که به دست و نه دیگه بر اون سنت مناسبه، سنت مناسبه چنده؟ من رفتم پرسیدم و یک مغازه هایراپتیانی داشتیم، این گفت میشه 60 تومن. و من رفتم 2 ماه تمام هر روز کار میکردم و هر روز مثل این مغازه دار دکه دارا میشمردم بلکه زیاد بشه و خلاصه 60 تومن جمع کردم و رفتم سراغ این هایراپتیانی. اصلا هم ازش خرج نکردی تو اون موقع؟ خیلی نه، همون اونم آدم ولخرجی مثل من که تا امروز هم اینطوریه. تو تعریف خودتو میکردی پشت صحنه قبلا، منم یه همچین علی گفتم که دل به دل لو نده جلوی بیننده ها. ولی به هر حال رفتم سراغ هایراپتیانی و گفتم که سلام، من اومدم ویولونمو ببرم. اون سینه رو جلو دادم و اونم گفت کدوم ویولون؟ هایراپتیان یه مغازه‌ای بود که هم وسایل الکتریکی میفروخت و ما نابینا از بوی اون چوب پنبه ها و اون بوی
کابلا میفهمیدیم که مغازه هایراپتیان و این ملت همینطور تعجب میکردن که آخه اینا از کجا میفهمن صاف میرن تو این مغازه. نه حتی تو تاکسی هم که میشستیم میگفتیم آقا همینجا نگه دار اینجا هایراپتیانه و اینا همینطور نگاه میکردن که این از کجا نکنه ما رو دارن فیلم میکنن. آره. خلاصه رفتم و گفتم من اومدم و گفت کدوم ویولون تو میخوای؟ گفتم که همون ویولونی که به من گفتی. گفت من چیزی نگفتم. آقا اون بیچاره مغازه دارم چه میدونه صد نفر آدم هزار نفر آدم تو این دو ماه اومده بودن رفته بودن دیگه. گفتم یه ویولون دو چهارم برای منو. گفتش که گفتم نه آره ویولون دو چهارم بده. گفت ویولون دو چهارم داریم 65 تومن. حدس میزدم قیمت رفت بالاتر. منو میگی؟ گفتم چی رو شروع کردم به یکی به دو کردن که خودت گفتی 60 تومن. گفت من کی اصلا با تو حرف زدم؟ تو کی هستی اصلا؟ اینا آقا باورت میشه اون ما داشتیم یکی به دو میکردیم، یک پیرمرد ارمنی اونجا نشسته بود و شروع کرد یه دفعه به ارمنی با این صحبت کردم و من میشنیدم که همینطور میگه. اون هی میگفتش که چه یعنی نه. این هم میگفتش که چرا با به این بیچاره نابیناس و بهش بده. و من میفهمیدم که لحن صدا میفهمیدی از لحن صدا میفهمیدم در مورد من حرف میزنه. وایسته بودم که چی میشه پولام همینطور دستم خشکشون زده بود و پیرمرد من صدا کرد. حالا به قول خودت برای اون روزای من این پیرمرد به نظر می اومد که 12 سالم بود. گفت بیا اینجا ببینم پسرم کی میخواد بهت ساز یاد به بابات؟ گفتم آره. پیش خدا گفتم اگه بابام میدونست که چجوریه. هیچ پدرم اصلا نمیدونست و تا از رادیو فهمیدم. اون ساز خریدی بخره. اون سازو خریدم و با کمک اون گفتش که اگر برای من 5 تا ترانه یاد بگیری بزنی من 5 ترانه تو الان میدم. گفتم باشه میام میزنم. کجا هستی شما؟ خونت کجاست؟ گفت من میام همینجا، همین توی همین مغازه. هیچ من خودمو کشتم و این 5 تا آهنگ یاد گرفتم. یادم این خود خدا مخته نه، اون آقای بهزادپور هم اون ویولون میزد به من یاد میداد ولی اون متأسفانه بعد از چند ماه از سازمان ما رفت. یعنی خب به خاطر ویولون یکی از مشکل ترین بله، ولی من خدا متأسفانه باید بگم خدا مخته هستم. و تعلیم ویولون تعلیمت به اصطلاح داشتیم مثلا تعلیم اون زمان نه، مثلا نه دیگه، همون یک ماه دو ماه که این بهزادپور دوستم به من درس داد و اون رفت، بعد اون چند ماه که اون رفت دیگه خودم در اصل دیمی بار اومدم. آره. یعنی با گوش کردن و تکرار و اینقدر ذوق داشتم که این یادم این ترانه گارون گارونه یادته که آره؟ گارون گارون گارونه سیروم سیروم سیرومه این هم یاد گرفته بودم که حتما برم برای این آقا بزنم. کی بود اول خوند؟ عارف خوند؟ نه قبل از عارف اینو دیگه خونده بود فکر کنم. قبل از اینو فکر کنم اونی خونده بود یا نمیدونم. آره به هر حال این اون هایراپتیانو بیچاره کردم. گفتم آقا اون آقای کجا؟ کدوم آقای؟ گفتم بابا اون که من قرار 5 تا آهنگ گفتم. گفت برو بابا تو هم. و من هی میرفتم اونجا این دیگه میخواست من راه نده تو اون مغازه که این اومده خلاصه میخواد این 5 تا آهنگو بزنه. به هر حال اینجوری شروع شد و دیگه به این ساز وفادار موندم. ولی 14 ساله یعنی بعد از 2 سال بعد از اینکه تعلیمات خودی رفتی استخدام رادیو هم شدی؟ نه بله. و اونو دیگه رادیوی اصفهان، رادیوی محلی اصفهان، اونجا ما هر ماه یک ارکستر رادیو اصفهان می‌کردیم. بله. خب اونجا که بود با رون نوت کار می‌کردی؟ اونجا دیگه ساعت 4 که مدرسه تعطیل می‌شد بدو بدو می‌رفتم به استودیو و هر کسی که زودتر میومد اونجا ازش می‌پرسیدم. و یک آقای محمود بلوری داشتیم که او هم نابینا بود و اولین شانه ها و علامت های نوت خط بریل اون به من یاد داد. پس اونجا شروع کردی به آشنایی با خط بریل؟ نه تو مدرسه با خط بریل آشنا شدی؟ نه بودم ولی خط نوت بله در اونجا شروع کردی. خب بعدش هم برای هر ضبطی شنیدم که اون زمان 95 تومن هم میگرفتی. دقیقاً 100 تومن میگرفتیم، 5 تومن مالیات میشد و دو دستی تقدیم فامیل میکردیم. البته 5 تومن این وسط رو برای خودمون نگه میداشتیم. چرا تقدیم فامیل میکردی؟ اصلا به نظرم قانون این بود، یعنی چیز دیگه‌ای در ذهن کسی اصلا انتظار نداشت ولی خودت می‌کردی. انتظار در فضا بود چون به ولی بیان شاید مستقیم نمی‌شد. نه چون یه حتی پدرم میگفتش که این پولا حرومه و هیچ وقت
برای اینکه این میگفت منم به قول خودم ازش انتقام میگرفتم، هیچ وقت پول به اون نمیدادم. مادرم میگفت خب این افتخارته، برو به بابات بده. میگفتم نه من میدم به تو، تو هر کاری بخوای این بکن. خب دیپلمو میگیری؟ دیپلمو گرفتم. کجا؟ و در مدرسه حراتی اصفهان و یک سال در دانشگاه تهران حقوق خوندم. حقوق سیاسی، اونجا میدونیم که حقوق سیاسی و قضایی نزدیک به هم بود این دو رشته. و بعد یک سال که شد سال 1359 یا سال 1980 اومدم به آلمان. انقلابی میشه و این انقلاب همه چیز رو دگرگون میکنه. صداهای هارمونیک، تا حدی هارمونیکی که قبلا میشنیدی، حالا یه مقدار صداها تغییر میکنه. صداها خشن‌تر میشه، خشونت به اشکال مختلف بیان میشه. در تو چه چیزی رو تداعی میکنه؟ در اصل این تداعی که میکنه رو خود توضیح دادی یک مقداری و خیلی خوب گفتی که صداهای دیسونانت به قول موزیسین ها غالب میشن. و من البته وقتی که انقلاب شد، خب من 1338 یا 1959 به دنیا آمدم و 20 سالم بود که انقلاب شد، 19 سالم بود که انقلاب شد. و من هم از انقلاب استقبال کردم و خودم هم یکی از این صداهای دیسونانت بودم، برای اینکه فکر میکردم دیگه دموکراسی میاد، نمیدونم، همون چیزی که اکثر ما لااقل ادعاشو داریم که فکر میکردیم. البته اون دموکراسی که در ذهن من بود همون رادیکالیزم اول انقلاب بود و با لیبرالیزم مخالف بودم و امروز میتونم بگم که راه خیلی خشنی رو میرفتم. ولی چون شخصا آدم خوشبختانه خشنی نبودم و شاید به خاطر همین هنر، شاید به خاطر همین احساس لطیف موسیقایی، هیچ وقت نمیتونستم که با تشکیلاتی همکاری مستقیم داشته باشم. از سازمان چریکهای فدای خلق هواداری میکردم، ولی به تشکیلات اونها وارد نشدم. ولی به هر حال نگاه تو یک نگاه انتقادی، نگاهم انتقادی و از درون و یک بنیاد اومانیستی بود از ابتدا. نمیتونم کاملا بگم در جاهایی این نمود میکرد، ولی در جاهایی هم اون خشونت. من اینو به معنی اطلاعات خودم دارم میگم، اطلاعات شخصی خودم. یعنی بدین معنی که خب نسل من و تو از یک دیدگاه مشخص ایدئولوژیک نیاغازید، بلکه از رومانتیسیزم آغازید. درسته. ما از داستانها آغازیدیم، از شعر آغاز کردیم نگاه به جهان سیاست رو. بنابراین نوعی عاطفه اومانیستی نسل من و تو رو کشون به دنیای، به اقیانوس سیاست و بعد رفتیم. حالا امواج ما رو به جای دیگه برد. اصلا اگر وقت دوستان عزیزمون نگیرم بگم که اصلا من چی شد سیاست سیاسی شدم، به اصطلاح سیاسی شدم. من در تئاتر مدرسه یه نقشی داشتم، نقش یه فروشنده دورگری داشت، یه آقای زانیج نامی بود که ایشون این تئاتر جدال سعدی با مدعی رو درست کرده بود و اینو یه خورده بروز کرده بود و میگفتش که مثلا سعدی با یه فروشنده نابینا دورگردی برخورد میکنه. منم تنبوشه و نمیدونم این چیزا رو به خودم آویزون کرده بودم میفروختم. هیچ قرار بود که من سعدی رو مثلا سعدی منو ببینه و بگه که به من یه چیز بده، یه چی میگن، پولی بده، همینطوری کمکی به من بده و من بگم که من از بزرگان و نمیدونم امیران و اینها هم پول دریافت حاضر نیستم بگیرم همینطوری. اگر بخوای چیزی از من بخری بخر، وگرنه من اینجوری از کسی انعامی نمیگیرم. من این جمله یادم رفت، هیچ سوفلری هم در کار نبود. بله. و
اون زمان این ترانه از خون جوانان وطن لاله دمیده که همیشه روزای مشروطه پخش میشد خیلی سر زبونا بود. یه تیکش هم گفت خوابند امیران و خرابند وزیران، یا رب بستان داد فقیران ز امیرانی، همچین چیزی عارف قزوینی. من چون که او یادم نیومد اینو خوندم هی گفتم خوابند امیران و خرابند وزیران، که بلکه اون جمله یادم بیاد. بعد که رفتیم از تئاتر بیرون و حالا 700-800 تا دانش آموزم اونجا کف میزدن و اینا، ما که رفتیم آقای عجمی مدیر دبیرستان هراتی گفت شما اینجا باشین، گفت فردا صبح ساعت 8 نیاین مدرسه، بیاین دفتر، نرین سر کلاس، بیاین ما میخوایم بریم با شما کار داریم. آقای تیمسار تقوی هم باشه کار، آقای تیمسار تقوی هم رئیس ساواک اونجا بود، ساواک هم بغل مدرسه هراتی. ما رفتیم اونجا، این تیمسار اومد و یه آقای دیگه هم اومد و اینا. خلاصه کنم، این آقای زانیج که باز به نظر من یک پیرمرد موقری می اومد و آدم بسیار آرامی بود و اصلا این آرامی رو منتقل، آرامش رو منتقل میکرد، این اومد اونجا و اون مرتیکه که به اصطلاح معاون یا حالا هر چیز آقای تقوی بود، گفتش که حالا دیگه تئاتر درست میشه، یک چک گذاشت تو گوش این زانیج. آره اونم بیچاره نمیدونست تو اینا. من گفتم که آقا اینو من اشتباه کردم، من خوندم. گفتش تو خفه شو. دوباره یکی دیگه زد به اون. ای بابا. و من اصلا یک جهانی، یعنی وقتی دید آموزگارت این گونه تحقیر میشه؟ آره در من اصلا این تحقیر، این من تا خیلی وحشتناک، خیلی خیلی من شکست. و من گفتم این چرا این کاره، چی بوده که اینطوری شد؟ یعنی واقعا یک حرکت اشتباه، یک حرکت توهین‌آمیز به کرامت انسانی میتونه چه عواقبی رو برای قربانی یا نظاره‌گر بیافرینه. بله اگه یادت باشه اون زمانم گل سرخی هم در تلویزیون آمد و گفت مولایم حسین رو نمیدونم پدر منم روز جمعه که من رفتم خونه دیدم برای این داره دعا میکنه سر نماز و دیگه همه چی با هم دیگه قاطی شد و من هی گفتم این جریان اول این کتابی که خونده بودی و در یا کتاب میخوندی؟ کتاب موقع... میخوندم بله کتاب میخوندم. چه کتابهایی در اختیار شما بود با خط برای؟ جالب اینه که یک آقای مشفقی، فرهاد مشفقی که ایشون مدیر اون مدرسه بود، چون خودش افکار انتقادی و سیاسی داشت، کتابهای به خصوص کتاب‌های بهرنگی و اینا رو هم حتی یعنی و کتاب‌های ممنوعی، همین حتی چگونه فولاد آب دیده شد و نمیدونم همینایی که ما اون زمان می‌خوندیم، چگونه انسان غول شد و از میمون تا انسان و نمیدونم رمان‌های خب از داستایفسکی و اینا رو داشت، ولی رمان‌های انتقادی رو هم داشتیم ما. و چون اینها به خط آقای مشفقی و خانمش اینا خط نابینایی میدونستن و این کتاب ها رو چیز میکردن به اصطلاح به خط نابینایی در میآوردن. و چون ما طرف صحبت هیچ کس نبوده، آخه کسی فکر نمیکرد که این کتاب هم که روش ننوشته بود، اونا اصلا روش نمینوشتن مثلا که این چه کتاب چیه، فقط به خاطر نابینایی مینوشتن. و اگه کسی هم از اداره مثلا آموزش پرورش نمیدونست اینا چیه، که میدونی اینه که ما خیلی زود اولین کتابی که خوندی و تو رو متاثر کرد و تاثیرش تا به امروز همراه تو هست، یعنی من فکر میکنم اولین کتابی که آگاهانه به عنوان یک کتاب انتقادی خوندم همین مایی سیاه کوچولوی بهرنگی. جالبه. همونی که تو یک اثری هم یادته که ساختی به نام مایی سیاه کوچولو. خیلی جالبه. خب حقوق رو تموم نکردی در دانشگاه تهران؟ نه، یک سال حقوق خوندم و آمدم به آلمان برای اینکه مواجه شد با همین بسته شدن دانشگاه ها. ولی آلمان دیگه نخواست حقوق بخونی، رفتی علوم سیاسی خونی در دانشگاه ماربورگ. بله، در همون ساده لوحی خودم فکر میکردم اگر کسی سیاست بخونه سیاست مدار خوبی میشه. ولی رفتی فوق لیسانس در علوم سیاسی گرفتی؟ بله، در ماربورگ گرفتم. ولی همزمان ادبیات رو میخوندی؟ زبانشناسی میخوندم. زبانشناسی زبان آلمانی میخوندم و
علاقه توی ادبیات تطبیقی میشه مو چیزش کرد دیگه، نه یه چیزی درست کرد بودن در اصل نقد زبانشناسانه آثار ادبی است. و یک پروفسور فرویدنبرگ داشتیم در ماربورگ. بذار قبل از اینکه اونو بگی من ببینندگان بگم، رفتی دکترات در رشته ادبیات آلمانی گرفتی؟ دقیقاً، برای اینکه گفتم اولا که خیلی از اول به کلام و کلمه و متن و این چیزا علاقه من بودم خیلی، و این پروفسور فرویدنبرگ که صحبتش کردم که استاد راهنمای من شد، این یه بیان خیلی خوبی داشت و آدم بسیار دقیقی بود، اصلا میشه گفت شیفته کار او شدم. برای اینکه اون یک مدل نقد آثار ادبی ارائه داده بود و من هم این کتاب کوه جادو در زاوبربرگ از توماس مان رو گرفتم و این چون کتاب، همه میگفتن کتاب سختی است و نمیدونم برای آلمانی هم سخته و فلان و اینا، حتما میخواستم که با این یک کلنجاری برم و در مورد این کتاب و در مورد تکنیک های نویسندگی توماس مان در این کتاب تزه دکترات نوشتی؟ همون تزی که، همون کتابی که در واقع تقدیم به پدر و مادرت کردی. دقیقا. یه بار دیگه اون متن تقدیمی رو یادید میاد چی نوشتی؟ متن تقدیمی دقیقا این هست که به پدرم عبدعلی آبادی که همواره مرا بزرگ میخواست و مادرم شیخ حیات که همواره مرا همیشه مرا بزرگ میداشت. آخ جان، چقدر زیبا، چقدر زیبا تفسیر کردی. خب هیچ وقت از تحصیلت استفاده کردی؟ یعنی بعد رفتی تدریس بکنی؟ بله بله، اولا که در کالج ماربورگ 11 سال معلم زبان آلمانی و علوم اجتماعی و اینها بودم و این کتاب خودم رو هم که خوشبختانه با استقبال روبرو شد و جزء کتاب‌های دانشگاهی چاپ شد، این رو هم هفته‌ای دو ساعتی درس میدادم به اصطلاح چند نفری که اونایی که میخواستن دکترا بکنن در این رشته، تز دکترا بنویسن، اینها یک سری کلاس‌های عالی داشتیم و من این مدل آقای فرویدنبرگ رو با همین کتاب خودم درس میدادم. خب وقتی اومدی آلمان بعد از فکر کنم چند سال‌های دهه 90 بود، دهه 80 یعنی 1980، ولی دهه 90 بود که با کسی رو که دوست می‌داشتی و از تو ایران اون رو می‌شناختی همراه در مسیر مبارزاتی تو بود، مبارزه به معنای تفکری، با اون ازدواج می‌کنی. دقیقاً. و ثمره ازدواج یک دختره، یک دختری است که الان 20 سالشه و او هم در کار موسیقیه و دانشگاه میره و ماشاءالله ماشاءالله مثل خودم سر زبون داره دیگه از اون پدر و مادر. ولی اون داستانی که تو تعریف کردی فکر کنم از خودت هم سر زبون دارتره. ولی به هر حال نسل جوون باید باشیم. نسل جوون نسلیه که به نظر من خیلی بهتر از نسل من و تو میتونه حق خودش رو بگیره. دختر با مزه است، مثلا بگم در آلمان میدونید که به سنس یا همون مفهوم زندگی، مثلا یه دفعه من عصبانی شده اونه آخه ماهان تو زندگی تو زین، آلمانی ها میگن به زین به این سنس یا به این مفهوم، آخه زندگی تو زین داره، گفت نه من فقط چرخم زین داره. فارسی ترجمه کرد. خب سالها در کنار زندگی در واقع علمی اکادمی کرد، دو کار رو هم تو آمن با هم انجام دادی، ژورنالیسم و موسیقی. خب همیشه برای جامعه ایرانیان نواختی، شاعران، نویسندگان، هنرمندان مطرح ایران اکثرا مهمان تو بودن یا تو مهمان آنها بودی در سرای در واقع هنریشون، فرهنگیشون، و هر آنجا که نیازی بود به یک صدا، به یک نوای همراهی کننده، همدلانه،
اسکندر وجود داشت، اسکندر بود. بنابراین ولی هیچ وقت از هنر نخواستی زندگی معیشتی تو پیش ببری، نه؟ یا میخواستی نشد؟ در دوره آخه میگن که هنرمندان یا میلیونر هستن یا تنگ دست، این وسط چیزی نداریم معمولا، مگر اینکه مثل هنرمندان حرفه‌ای آلمانی که اینا خب خیلی هاشون استخدام جایی هستن. ولی من میتونم بگم که هزینه تحصیلیمو همیشه با کار موسیقی به دست آوردم. زمان دانشجویم حتی در رستورانی اینجا در کرن بود میرفتم موزیک میزدم و خیلی هم به این میبالیدم که خودم خرج خودم در میارم و از کمک های خیریه یا عامل منفع اینجا، سازمانی اینجا استفاده نمی کردم. ولی بله درسته که هیچ وقت نتونستم از این راه درست زندگی کنم و یا نخواستم، نمیدونم. یکیش به این خاطره که خب همیشه کار برام بود. در ماربور که بودم 4-5 سالی یه رادیوی یک برنامه رادیویی داشتم، به رادیو هم خیلی علاقمند بودم و هستم و بعد آمدم به دویچه وله در سال 2002 و اونجا استخدام شدم در دویچه وله به عنوان گزارشگر فرهنگی. اول کار رادیویی میکردم، بعد که فرستنده رادیوی ما تعطیل شد و ما شبکه اینترنتی شدیم، بله خیلی حیف، خیلی دیگه خب همونایی که میگفتم و حالا مینویسم و یا به صورت پادکست انجام میدم. هنر برام خب کار دله و گاهی کار ژورنالیستی تقریبا گاهی مثل کار گله. کاری ولی چطور بیشتر روی موضوعات فرهنگی کار میکنی؟ یعنی نقبی میزنم. آخه یکیش اینه که خب وقتی که یه مسئله موسیقای پیش میاد طبیعتاً به من رجوع میکنن. دقیقا. دومی که حقیقت بگم در زمینه سیاسی زیاد آدم واردی نیستم، البته که به هر حال به عنوان ژورنالیست. البته اون فروتنی توست، حالا نمیخوام ادامه بدیم، برای اینکه یه فروتنی ذاتی در وجود تو هست. ولی میان تمام شخصیت هایی که دیدی مهمان تو بودن، از سیمین بهبانی گرفته ویگن، یعنی توی همه زمین های متفاوت فرهنگ، خیلی سخته بگم کدوم یک، اما به هر حال باید این پرسش رو بکنم، کدام یک بیشتر به دل تو نشست و با کدام یک از اینا تونستی یک رابطه عمیق همدلانه؟ شاید بگم که خیلی ها در، یعنی در زمینه های مختلف میشه اینو گفت، یعنی که یک کسی مثل آقای بزرگ علوی به خاطر صداقتی که من درش سراغ گرفتم، به خاطر روک گویش من دوستش داشتم، خیلی خیلی رو من تأثیر کرد. آقا بزرگ و یه ادهی به خاطر احساس لطیفی که درشون سراغ داشتم، حالا سیمین بهبانی که میگی واقعا اصلا از خنده های او میدونی خیلی خیلی منو تحت تاثیر قرار میداد. ولی حالا اگر از آدم های مشهور بگذاریم، ادهی زیادی رو من از هنرمندانی که شاید به شناخت به این شهرت اینهایی که گفتیم نبوده باشن، ولی من ازشون خیلی خیلی چیز یاد گرفتم و میتونم بگم که مثلا من کودکانه انسانها رو و به ویژه هنرمندان رو دوست دارم خیلی. یعنی نمیتونم بگم که مثلا قبل از اینکه صحبت جلوی دوربین داشته باشیم برات از ویگن گفتم، از با خیلی از هنرمندا خاطرات خیلی خیلی خوبی داریم. مثلا ما یه آقای عارف ابراهیم پور داریم که ایشون همیشه من میگم من کپی بد عارفم، نه اینکه اونم نابیناست و همه سازا رو میزنه و اینا، اون یه طور، هر کدوم به یه نوعی، هر کدوم یه تأثیر خودشون رو در من داشتن. نمیتونم در یک کسی خلاصه کنم و اگر تکلف نمی بود میگفتم که خودتو هم وقتی که من اومدم با مصاحبه کردم یادته، نمیدونم که
در فرانکفورت یه برنامه داشتی و من اومدم مصاحبه کردم. وقتی اون با یه افتخاری این برای اینکه به خصوص اون زمان این دست و بالت اینقدر تکون میدادی و از این مایه سیاه صحبت میکردی، من دلم میخواست که من آفریننده اون اثر میبودم. میگفتم خوش به حالش. قربونت برم اسکندر جون، برای من بسیار لذت بخش بود با تو بنشینم، از تجربه تو بیاموزم. من فکر میکنم بسیاری از خانواده ها که امروز با کودکی مواجه هستن یا کودکانی که با کمبود بودجه که گفتی مواجه هستند، وقتی این روایت تو رو از زندگی میبینن و جدال تو رو مثل بقیه جدال ها برای زندگی، برای رفتن به یک اوج، بیان که بخواد این اوج معنای فاخر بودن، تفخر رو بخواد بیان بکنه، حداقل این رو میآموزن که زندگی حتی با کمبود بودجه میتواند زیبا باشه، میشه زیباش ساخت و میشه رسید به هر آنچه که به عنوان امید و آرزو بهش نگاه میشه. خب اگر در یک دقیقه بتونی این روایت زندگی خود رو در یک پاراگراف کوتاه برای ما بگی و بگی که چه برداشتی از همه این فرایند داری، راضی هستی، نیستی، دلت میخواست گونه دیگر طی میشد یا همین که هست، چه خواهی گفت؟ من به طور کلی انسان خرسندی هستم، یاد خرسندی هم بخیر. من ولی این رو پنهان نمی کنم که این احساس خرسندی یک مقداری هم از این میاد که من یه حالت کودکانه‌ای دارم، یا به قول همسرم کودک وجودم غالبه. میشه که این رو خوب و مثبت دونست، ولی گاهی هم بگم، یعنی اینکه در اصل اذعان کنم که این همیشه هم خوب نیست. مثلا آینده نگری من زیاد مشکل نیست. مشکل مشترک داریم به هیچ وجه چیزی فکر کنم بسیار از بینندگان ما همین حالت رو داره. دقیقاً. و ولی در مورد مسائل اجتماعی هم بگم که به طنز در یه جایی نوشتم که در اون سایت خودم abadianline.com که مراجعه کنین، abadianline.com abadi-online.com که امیدوارم بزرگترین اشتباه هم رو در گذشته کرده باشم. زنده باشی. خب ولی تموم نشد. با یه مکس کوتاه میریم سراغ ساز اسکندر عزیزم، برای ما قطعه می نوازد و می خواند از ترانه های خود. با ما باشید. خب خوشحالم که برگشتید. مکس کوتاهی بود، شایدم اصلا برنگشتید، بستگی به ادیتور ما داره. فقط به این دلیل که خواستیم این ساز کوک بشه کمی آماده تر باشیم. اسکندر قراره قطعه رو برای ما بنوازه، خودش توضیح میده. اسکندر جان چی خواهی نواخت؟ یک ترانه‌ای دارم به نام انسان باش. این ترانه رو در اصل برای سیمای بهمنش، یکی از همونهایی که در من تأثیر بسیار خوبی کرده به خاطر اینکه مشوق من در ساختن ترانه‌های اجتماعی و انتقادی بوده، ساختم، ولی خب اینجا اون نیست و خودم براتون اجرا میکنم. شعرش البته از منه، آهنگش بخشیش از انوشیروان روحانی است و بخشیش رو هم یک خود کار کردم. خب پس میشه انوشیروان و اسکندر، این گونه میشه. و اجازه بده من از همینجا با بینندگان خداحافظی بکنم و تو رو با بینندگان در لحظات آخر تنها بگذارم، دیگه من حضور نشوشم. سپاس از لطفت که در این برنامه بودی، برام افتخاری بود میزبان تو باشم. به قول عزیزان کردمون زور سپاس. زور سپاس. خب بینندگان عزیز، این شما و این چهره بسیار دوست داشتنی، فرهنگی، علمی و هنری و عزیز ما
اسکندر آبادی. اگر آبی رود آزادی باش، اگر خاکی دشت آبادی باش، اگر آتش گرمای عشقی پاک، اگر بادی پیغام شادی باش، اگر کوهی بکشان به هوای نوید، اگر راهی برسان به سرای امید، همیشه زینسان باش، اگر دستی برهان ز شکنجه و زور، اگر چشمی بنگر به طلیعه نور، تا هستی انسان باش. اگر آبی رود آزادی باش، اگر خاکی دشت آبادی باش، اگر آتش گرمای عشقی پاک، اگر خاکی پیغام شادی باش، اگر کوهی بکشان به هوای نبید، اگر راهی برسان به سرای امید، همیشه زینسان باش، اگر دستی برهان ز شکنجه و زور، اگر چشمی بنگر به طلیعه نور، تا هستی انسان باش، تا هستی انسان باش، تو هستی انسان باش.